یا خدا این تاریست نپشتی تو آک. بینندگان گرامی سلام و وقتتان بخیر. به یک بسته یه تازه و کوتاه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. از ولایت‌های کابل و بلخ جزئیات تازه هاکیست که در طی دو انفجار در میان مردم ملکی و یک انفجار در میان نظامیان طالبان ده ها تن کشته و زخمی شدند. منابع می‌افزایند که در میان کشته ها و زخمی ها زنان نیز شامل می باشند. همزمان با این زلزله نیز کابل پایتخت و بدخشان از ولایت های شمالی کشور را تکان داده است. همچنین منابع از غرب کابل می گویند که طالبان چندین جوان پسر را به دلیل استایل موهایشان بازداشت کرده و با خود بردند. همزمان با این یونما از افزایش بازداشت ها در کابل و برخی از ولایت های دیگر به شدت انتقاد کرده و ابراز نگرانی نمودند. با ما باشید و از جزئیات تازه این اخبار آگاه شوید. اما قبل از آن جهت حمایت از ما لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. منابع محلی از داخل کشور میگویند که انفجار مهیبی حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه 21 جدی سال روان در مقابل مرکز تجارتی برچی سیتی سنتر در غرب کابل صورت گرفته است. به گفته منابع در اثر این انفجار تا کنون بیش از 6 تن کشته شده و بیش از 19 تن دیگر زخمی شدند. یا خدا این تاریست نپشتی تو آک. منابع می‌افزایند که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در کنار جاده بوده که مردم ملکی و هزارها را در غرب کابل هدف قرار داده است. گفتنی است که این حمله دومین حمله بر مردم هزاره و شیعه در غرب کابل است. ویدیوهایی که به دست رسانه‌ها رسیده است نشان می‌دهد که مردم وحشت زده از انفجار در منطقه دشت برچی غرب کابل فرار می‌کنند. در حمله چند روز پیش نیز بیش از 25 تن از مردم غرب کابل در حالی که در یک کاستر سوار بودند آماج حمله ماین کارگزاری شده قرار گرفته و کشته و زخمی شدند. تا کنون زخمی های حادثه قبلی از شفاخانه های پایتخت مرخص نشده که دومین موج از زخمی های مردم هزاره و شیعه کابل راهی شفاخانه ها شدند. طالبان گفتن این بمب دستی است. شواهد نشان می‌دهد که بمب کارگزاری شده بوده. و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل میگوید که دو غیر نظامی در انفجار بمب دستی در حوزه 18 امنیتی شهر کابل کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این منابع محلی از وقوع یک انفجار در بلخ خبر می‌دهند. به گفته منابع این انفجار حوالی ساعت 3 پس از چاشت روز پنجشنبه 21 جدی در منطقه دروازه بلخ از مربوطات حوزه 4 امنیتی شهر مزار شریف رخ داده است. شماری از باشندگان محل میگویند که پس از وقوع این انفجار ساحه مسدود شده و به گفته آنان موترهای آمبولانس در حال رفت و آمد هستند. پس از وقوع انفجار در حوزه 4 امنیتی شهر مزار شریف برخی از شاهدان میگویند که طالبان موبایل کسانی را که از حادثه ویدیو و تصویر گرفته بودند ضبط کرده و با خود بردند. یکی از شاهدان گفتند که طالبان بعضی از مردم را نیز در رنجر با خود بردند و موبایل های برخی دیگر آنان را ضبط کردند. طالبان میگویند که انتشار عکس ها و تصاویر انتحار کنندگان و حمله کنندگان را بیشتر تشویق می کند و نباید منتشر گردند. یک منبع صحی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می گوید که از انفجار امروز در این شهر 5 زخمی به شفاخانه منتقل شدند.
در همین حال جبهه آزادی میگوید که چریکای این جبهه دور انجار طالبان که برای شناسایی و بازداشت دختران شهر کابل در خیرخانه برنامه ریزی داشتند را در چهارراهی 500 فامیلی هدف قرار دادند که در نتیجه 3 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. همچنین جبهه مقاومت ملی میگویند که شب پنجشنبه هفته جاری طی عملیات چریکی نیروهای این جبهه بر پسته پل سربند قریه شاه ولی خیل والسفالی سید خیل ولایت پروان یک طالب کشته شده و 2 تن دیگر آنان زخم برداشتند. مقامات محلی طالبان اما میگویند که این حملات فیسبوکی بوده و خلاف واقع. با گفته طالبان هیچ حمله ای صورت نگرفته و مقاومتی هم وجود ندارد. مقامات زیر کمپل. زیر کمپل آمد، در سر کمپل آمد. از سوی هم منابعی محلی میگویند که طالبان شماری از پسران را به دلیل پوشیدن پتلون و شکل موی سرشان در شهر کابل بازداشت کردند. با گفته یه منابع، ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز چهارشنبه 20 جدی چندین جوان را در منطقه دشت برچی شهر کابل بازداشت کردند. مدیر یکی از آموزشگاه‌های کابل میگوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آموزشگاه‌ها گفته است که سر از روز شنبه هفته پیش رو دختران حجاب اسلامیشان را مراعات کنند و بعد درس‌هایشان حاضر شوند و پسران نیز پیراهن تنبان بپوشند و موی سرشان را به گونه عادی شانه بزنند. همزمان با این دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل میگوید از دستگیری و بازداشت خودسرانه زنان و دختران به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان عمیقا نگران است. یونما گفته که اقداماتی چون خشونت فیزیکی در برابر دختران و زنان افغان تحقیرآمیز و خطرناک است. شماری از زنان از سازمان ملل نیز به شدت انتقاد می‌کنند و میگویند طالبان به بهانه‌های مختلف زنان را بازداشت می‌کنند و سازمان ملل این گونه بازداشت‌های خودسرانه را نادیده می‌گیرند. ما زنان نمیگذاریم و خاموش نخواهیم بود. در مقابل این رفتار طالبان صدای مبارزه علیه طالبان بلند خواهیم کرد. از سوی دیگر سازمان زمینشناسی آمریکا از وقوع یک زمین‌لرزه 6.4 ریشتری در کابل و بخش‌های دیگر کشور خبر داده است. این زمین‌لرزه ساعت 1:50 پس از چاشت روز پنجشنبه 21 جدی رخ داده است. مرکز این زمین‌لرزه والسفالی جرم ولایت بدخشان گفته شده است. تاکنون از خسارت‌ها و تلفات برخاسته از این رویداد خبری در دست نیست. دوستان عزیز، با پایان این سرویس خبری رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا سلام دیگر، الله نگهدار.